تسلط عجیب و غریبی به زبان کره‌ای داری و اولا اینو بدونم که نه سلامت باشی مخلص شما، علت این علاقه چی بود این رو برام بگی تا بپردازیم به یه آیتم جذاب‌تر. خب علاقه از همون بچگی بود نسبت به سریال های کره، یانگوم و نمیدونم حالا سریال های متعددی که بود، ولی خب از یه تایمی به بعد که فکر کنم دوران دبیرستانم بود دیگه من خیلی بیشتر علاقه من شدم به این سریال های کره ای و تصمیم گرفتم که با زیرنویس ببینم سریال ها رو، دیگه از اونجا شروع شد و شنیداری عادت کردم. بعد می اومدم خب میگفتم خب بذارم مثلا پاز بزنم ویدیو رو ببینم چی میگه اون معنی اون کلمه که میگه چی میشه. یه آیتم داریم حالا با توجه به اینکه شما زبان کره ایتون هم خوبه ازتون میخوام که یکی از دیالوگ های ماندگار سینمای ایران رو که به زعم خودتون حالا همیشه زمزمش میکنید و از حفظ هستین رو برامون به زبان کره ای بگین. دیالوگ خانم علی دوستی توی فیلم زندگی با چشم های بسته. او بچگی اونو میده. یه دیالوگی داشتن که میگفت خیلی اوضاع بدی شده، احساس میکنم تک تک کارتای صدافرنی که حالا مثلا توی بچگی بهم داده شده بود داره ازم پس گرفته میشه. سلامتی کاملشون رو خانم ترانه علی دوستی به دست بیارن. الهی آمین. سلامتی براشون آرزو می‌کنم. سانگ هوانگی نو مو آنجو آجون سیل. ایلل جو کاندل هاناسیک پسنگونن نومی کیه. انگار دارن تمام کارتای صدافرین و بیستایی که تو بچگی بهم داده بودن و یکی یکی ازم پس میگیرن. دیگه کار خودم رو قطعی کردم، انصرافم دادم، تو خونه هم تصمیم گرفتم سکوت. من دیگه به هیچ کس و در هیچ شرایطی جواب نمیدم.